روزگار بسیار عجیبی است، هرچند برای اروپاییان عجیب است، اما برای ما که همیشه تبرک کرده ایم این کتب اسلامی رو، این مسائل چیز عجیبی نیست. روزی جناب یحیی‌زاده فرمودن که شما خیلی الله الله میکنید، انگار الله رو دوست دارید، و من پاسخ دادم که خیر، اگر یک پزشک یا یک تکنسیانی در آزمایشگاه بر روی ادرار، مدفوع، ویروس و بسیاری از اینها تحقیق میکنه، این دلیل بر حب و علاقه نسبت به اونها نیست، بلکه به دنبال شناخت منشأ بیماری است. حالا این بیماری ممکن است یک بیماری جسمی یا یک بیماری اجتماعی باشه. امروز اروپا تاوان این ندانم کاری های خود رو پس میدهد، یعنی پذیرش مسلمانان به شکل فلعی با عناوین مختلف که حالا جست حقوق بشری هم میگیرن، اجازه ایجاد و گسترش شبکه ها و دستگاه ها و سازمان های اسلامی در اروپا و در غرب علل اصول، و نشناختن این پدیده اسلام و قرار ندادن یک اسلام شناس منتقد در کنار روحانیون اسلامی سبب می شود که جهان غرب فریب بخوره. ما فکر می کنیم غربیان انسان های بسیار با دانشی هستند، حقا هم همین گونه است، اما آنها نسبت به دین اسلام شناختی ندارند، کما اینکه امروز بنده معتقد هستم، حالا اگر مرتکب مغالطه آماری نشوم، بیش از 9/10 مسلمانان دین خودشون رو نمیشناسند. بنابراین طبیعی است که اگر یک مفتی یا یک آخوند و روحانی و مرجع تقلیدی به اونها فرمان بده، چون او رو مقتدای خودشان میدانند، به نوعی اون رفتار رو انجام میدن و معتقد هستند که خب چون این دستوری حتما دستور الهی است و ما باید انجام بده. از آن طرف هم طیفی به وجود آمدن که در پی نجات اسلام هست. اونها سعی میکنن بگوین نه خیر، اصلا ما در اسلام ترور نداریم. من چند روز گذشته بخش کوتاهی از مناظره آقای خزعلی با دکتر ایجادی عزیز رو میدیدم که آقای خزعلی در همون ابتدا اشاره میکرد که اصلا ترور در اسلام محکوم است. و واقعا من متعجب میشم که چگونه یک انسان یا آگاهانه و یا ناآگاهانه این چنین بیشرمانه چنین مطالبی رو در مورد اسلام میگوید و این دروغ‌ها رو به مخاطبین و بینندگان القا می‌کند. امروز هدفم این است که ببینیم اصلا ترور چیست، و اگر ما میگوییم ترور در ذات اسلام وجود دارد، آیا منطبق هست با مفاهیم ترور و تروریسم، یا اینکه نه، بنا به فرمایش شما یک موضوعی است خلق و سائه و محصول دوران مدرن. بنابراین من نیازمند این هستم که امروز وقت زیادی داشته باشم، مطالب رو تبیین بکنم، اسنادی رو ارائه بکنم، هرچند کلیت این مسائل شاید نیاز به چندین جلسه فقط درس گفتارها و جلسات داشته باشه که امیدوارم در این ایام بتوانم این رو محقق کنم. خب ما میدانیم ترور یا تروریسم به معنای ترس و وحشتی است که از سوی عده‌ای به درون جامعه تزریق می‌شود. یعنی ما اگر بخوایم تروریسم رو به معنای امروزی از برایند تعاریف مختلف داشته باشیم، باید بگوییم کاربرد سیستماتیک ارعاب و وحشتی است غیر قابل پیش بینی و غیر حقوقی که بر انسانها، دولت، افراد، اموال به شکلی که بتواند مفهومی رو برساند منتقل میشه. حالا این مفهوم ممکن است یک مفهوم دینی باشه، ممکن است یک مفهوم قومی یا نژادی باشه یا مسائل دیگر. ما وقتی صحبت از این تروریسم می‌کنیم، طبیعتاً خصائص اون رو باید بشناسیم. من می‌خوام اینها رو تبیین کنم، بعد مصادیق ترورهای اسلامی رو وقتی ذکر می‌کنم ببینیم آیا منطبق هست با این مفاهیم یا خیر. اولین مسئله‌ای که ما در ترور و تروریسم اون رو برجسته می‌بینیم، رفتار خشونت‌آمیز است. یعنی شما در برابر حالا منتقدین خودتون یا افراد دیگر به گفتگو نمی نشینید، بلکه سعی می کنید رفتار بدنی یا رفتاری به شکل فعل انجام بدهید که این فعل خشونت‌بار هست. نکته دوم این است که این نوع رفتار یک هدفی رو داره، یعنی هدفمنده، دارای یک سودی است برای اون ایده تروریسم یا ایده تروریستی یا سازمان‌های تروریستی. یعنی اونها کورکورانه دست به چنین رفتاری نمی‌زنند، بلکه در پشت این رفتارها میخواهند یک هدفی رو برای خودشان محقق بکنند. حالا ممکنه در هر مکتبی یا در هر آیینی این متفاوت باشه. نکته سوم این است که این
تعریفی که ما ارائه کردیم نشان میدهد که میخواهد یک ترس و یک وحشتی رو در درون جامعه مستولی بکنه. یعنی فقط یک ضرب و شتم عادی میان دو شخص نیست که اگر افرادی در حال عبور هستند ببینند بگویند خب این یک درگیری است پس نیاز نیست ما ناراحت بشویم. نه، اونها میخواهند به نوعی رفتار بکنند که مردم اون جامعه بدانند که این یک نزاع شخصی نیست، بلکه این ترس و وحشت رو همیشه همراه خود داشته باشید که به زودی این کار به سراغ شما هم خواهد آمد. حالا شما ممکنه یک جمعی باشید یا یک دولت یا یک کشور بزرگ. نکته دیگر این است که این نوع رفتارها با یک هدف سیاسی، ایدئولوژیک، اجتماعی انجام میشه. یعنی ما وقتی میبینیم یک شخصی دست به عمل تروریستی میزنه، از او وقتی سوال میکنید که چرا چنین کرده ای، او در پس ذهن خودش یک ایده ای رو به شما میگوید. حالا اون ایده ممکنه متفاوت باشه. حالا نشانه هاش رو هم ما عرض خواهیم کرد. همین مطلبی که شما فرمودید، الله اکبر گویان وقتی شخصی دست به چنین رفتاری میزنه، او در واقع میخواهد بگوید خدای من بزرگتر از خدای شماست، او گفته است من چه بکنم و شما هم وظیفه دارید آن بکنید که او میگوید. این نوعی ایجاد یا انتقال مفاهیم هست در درون اون برنامه تروریستی. نکته دیگر این است که این رفتارها غالبا سازمان یافته هستند، یعنی از یک بستری بلند می شوند. حالا این به معنای نیست که یک ساختمانی باشد که بگویش اون سازمان، نه، منظور این است که یک اصولی داشته باشد، یک قاعده ای داشته باشد، یک اساسنامه ای، مرامنامه ای، یک ایده ای در اون وجود داشته باشد که اون رو سازمان ده. خب در کنار اینها، اونها به دنبال این هستند که یک مطالباتی هم انجام بدن. یعنی بگویند جامعه غرب باید مثلا در این مورد به حرف من گوش بده، اگر گوش ندهید من این کار رو خواهم کرد. برای همین هست که شما میبینید اکثر این رفتارها در گذشته یا حالا دیشب یا روزهای قبل هم دیدید به کنیسه ها حمله میکنن. این چه مفهومی رو میخواد برسونه؟ چرا به مساجد حمله نمیکنن؟ به این دلیل است که میخواد بگوید شما حق ندارید در کنار دکان ما، یعنی مثلا مسجد فاطمه الزهرا برلین یا نمیدونم حسین ابن علی نیویورک، شما حق ندارید کنیسه داشته باشید، چون دین خدا آمده و آن دین است که باید یگانه دین باشد و همه لا اله الا الله بگویند، بنابراین ما به شما حمله میکنیم. یا در گذشته به این بارها، کازینوها یا مراکزی میرفتند که از نظر مسلمانان یا افراد دیگر محل فساد و فحشا بود، اونا میگفتند ما باید این مظاهر رو از بین ببریم. یا در دانشگاه ها، حالا شما فکر کنم دیشب بود یا امروز صبح، من شنیدم در کابل هم به یک دانشگاه حمله شد. شما میدونید اینها این نوع مراکز رو پایه های تفکر مدرن میدونن، بنابراین میگوین ما باید به این پایه ها حمله بکنیم که اینها رو ببندن. شما در جمهوری اسلامی هم دیدید در زمان رژیم پادشاهی ایران به سینما رکس حمله شد. حالا چرا به سینما رکس؟ به دلیل اینکه اونها سینما رو مظاهر فساد میدونستن و میگفتن اینها باید جمع بشه. بنابراین ما میاییم این پیام رو به جامعه میدهیم که مطالبه ما این است که این سینما بسته بشه، دانشگاه تعطیل بشه، بارها، کازینوها یا مراکز تفریح بسته بشن. خب این نوع رفتارها رو ما میبینیم. اما خود یک انسان تروریست هم یک انگیزه هایی داره. یعنی او در کنار اینکه یک سری انگیزه هایی از طریق متنها به او داده بیشه از طریق سازمان، اما خود او هم یک سری انگیزه هایی داره که اتفاقا ایدئولوژی یا این مسائلی که در حالا مذاهب یا ادیان هستن، این رو در اختیار اونها قرار میده. حالا اولین مورد رو مثلا من میخوام ذکر کنم، نقش عملگراییه. یعنی شما میدانید من وقتی عضو یک گروهی میشوم، شما حالا در مورد مثلا گروه های خاص گنگستری هم اگر نگاه بکنید، کسی تا قتلی انجام نمیداد، دزدی انجام نمیداد، اصلا عضو گروه نمیشد. یعنی میگفتن که چه فایده ای داره شما مثلا کراواتی گذاشتی اومدی نشستی اینجا به درد ما نمیخوره، شما عملگرا باشی، اگر گفتیم چنین بکنید باید بکنید. بنابراین یک تروریست عملگرایی رو میپسنده و خود رو بالاتر از دیگران میکنه، چون داره در اون راستا عمل میکنه. دیگری این است که یک تروریست سعی میکنه با رفتار تروریستی تعلق خودش رو به یک گروه نشان بده. یعنی بگوید که من هم جزء شما هستم. خب این رو هم ما داریم، افرادی رو ما میدیدیم، ما در جرم شناسی خیلی از این مسائل رو داریم. افرادی بلافاصله وقتی وارد یک جمع مردانه یا یک جمع خاصی میشن، نوع گفتار اونها عوض میشه، دست خودشون رو مثلا خالکوبی میکنن، سعی میکنن خودشون رو به اون گروه منتسب بکنن. حتی مسلمان‌ها رو میبینید مثلا شما در اروپا ریش بلندی میذارن، بنا بر فرموده رسول سیبیل رو کوتاه میکنن و از این دست کارها انجام میدن که بگوین ما عضو شما هستیم یا در درون شما قرار داریم. نکته دیگر کسب جایگاه اجتماعی است. یعنی شما
اگر تروریست خوبی باشید میتوانید در اون رده بالا بروید. حالا اگر سازمانده باشید خب طبیعتاً هم از مواهب متعددی برخوردار خواهید شد، هم از شما در درون این گروه ها به عنوان قهرمان نام میبرند. شما الان فرقی که مثلا بن لادن، ایمن الظواهری، مصعب الزرقاوی و دیگران با برخی دیگر داشتن در چیست؟ در اینکه اونها معتقد هستن ما میتوانیم سازماندهی بکنیم و اینکه بتوانیم محبوب دل تروریست ها و مسلمانان بشویم، جایگاه ما رو به عنوان الگو و اسوه نزد این افراد بالا. در کنار این مورد دیگری هم هست که تحصیل پاداش مالی است. یعنی افرادی که عضو این گروه ها میشون، شما میبینید دولت هایی در خاورمیانه به این افراد حقوق میدن. یعنی مثلا میگن شما بیایید در عضو ما بشید، از طریق اینترنت یا جاهای دیگه عضو میگیرن، 100 دلار، 100 یورو، 200 یورو، 1000 یورو به شما میدن. خب یک سوری، یک لبنانی، یک فردی که تا دیروز هر چقدر کار میکرد به خرج خودش نمیرسید، خب خیلی راحت بلند میشه به عضو این گروه ها میشه، 1000 دلار بهش میدن در ماه، برای خانواده‌اش هم میفرسته، سر دیگران رو هم میبره، 100 دلار هم اضافه تر بهش پاداش میده. این نوع رفتارهای مالی رو هم ما در میان گروه های تروریستی یا در میان شخص یا اشخاصی که با وعده و یا فتوای ترور دست به ترور میزنن هم میبینیم. شما در جمهوری اسلامی هم دیدید برخی از این مراجع تقلید وقتی از شخصی ناراضی هستن میگن هر کسی او رو بکشه من خانه خودم رو به او میدهم یا برای او فلان میزان مال در نظر میگیرم. خیلی ها دست به چنین کارهایی هم میزدن به خاطر اینکه از اون پول استفاده بکنن. در کنار این مسائل، آن چیزی که مهم است اهمیت ایدئولوژی است. اون چیزی که من میخوام امروز عرض کنم، به چه دلیل اهمیت ایدئولوژی است؟ ببینید ما چیزی به نام مسلمان افراطی نداریم، مسلمان تفریطی داریم اما افراطی نداریم. به چه معنا؟ یعنی اگر کسی میگوید گردن بزن، این بنابر نص قرآنه، بنابر سنت نبی است که گردن بزن. اما اگر فرزن به من مسلمان بگوید گردن بزن، بگویم خیر. اگر به من بگویید نماز بخوان، بگویم خیر. بگویند زن خودت رو در خانه حبس کن، بگویم خیر. من مسلمان تفریطی ام، یعنی مسلمانی هستم که برخی از تعالیم رسول گرامی اسلام رو مقفول گذاشتم، موقوفش کردم و انجام نمیدم. بنابراین اولین کلمه‌ای که ما باید یاد بگیریم این است ما چیزی به نام مسلمان افراطی نداریم، مسلمان تفریطی داریم. یعنی مسلمانی که برخی از رفتارهایی رو که الله به او گفته انجام نمیده. حالا من مناقشه من نیست که از نظر اعتقادی اصلا من اونها رو مسلمان نمیدانم، چون باید بنا بر اون نصی که الله گفته انجام. در کنار این ایدئولوژی داشتن، برتری ایدئولوژی بر اخلاق فردی دارای اهمیت. یعنی شما در نظام‌های تروریستی مهم نیست که دارید مردم بیگناه رو ترور می‌کنید، مهم نیست که کسی که داره ترور میشه اندیشمنده، فیلسوفه، اصلا مهم نیست. مهم این است که ایدئولوژی به شما میگوید آن شخص رو حتی اگر به شما، به شخص شما یا به خانواده شما توهینی نکرده، دست به اسلحه نبرده، او رو بکشید. یعنی در نظام‌ها یا سازمان‌های تروریستی یا در اساسنامه‌های تروریستی همیشه اخلاق اجتماعی یا ایدئولوژیک بر اخلاق فردی حاکمه. حالا من نمونه‌هاش رو از خواهم. خود ایدئولوژی کارهایی هم انجام میده. چگونه؟ ایدئولوژی به شما میگوید که چه کسی رو بکش. ایدئولوژی به شما میگوید با چه ابزاری بکش. ایدئولوژی میگوید چگونه بکش و بعد از کشتن چگونه رفتار کن. که حالا ما اینا همه در اسلام خواهیم. با توجه به این موارد، حالا من وارد بحث اسلام میشم که ببینیم وقتی ما سخن از ترور، ترس و وحشت میکنیم، آیا در اسلام هم ژن‌هایی مشابه اون میتوانیم ببینیم؟ برخی کلماتی ما در درون حالا قرآن، روایات و ادبیات اسلامی داریم که بسیار مهم. خب کلمه قتال، اقتیال، اینها کلماتی هستن که خب دیگه مردم میدانن به معنای کشتن و به نوعی نابود کردن شخص است، حالا با گردن زدن یا با هر چیز. دو کلمه شاخص، البته کلمات زیادن اما من چون به خاطر مزیق بودن وقت من فقط به دو کلمه اشاره میکنم که خاصه در این مورد است. اولی به معنای ارهاب است. ارهاب در قرآن بارها به کار رفته که به معنای ترس است، چه در آیه 51 سوره نحل مثلا که ایای ترهب خداوند میگوید که از من بترسید، از دیگران نترسید. در آیه 40 سوره بقره هست که از نظر قوم بنی اسرائیل میگوید که شما فقط باید از یهوه، که البته در قرآن آمده از الله، بترسید. پس اولین کسی که سعی میکنه این ترس و ترور رو به جامعه مؤمنان خودش القا بکنه خود الله است که باید از او ترسید. در آیه 60 سوره انفال این بار مؤمنان به هم دیگر میگویند، یعنی یک دستوری است که الله به مؤمنان میگه به عنوان یک تکلیف. میگوید شما باید نیروی خودتون رو به قدری قوی بکنید
که افراد دشمن، مشرک یا دشمنانی که هنوز حتی اونا رو نمیشناسید از شما بترسن، واهمه داشته باشن، که باید به اون بررسی بشه. دیگر کلمه‌ای که ما داریم کلمه فتک هست. کلمه فتک به معنای کشتن است. یعنی شما مرز کردیم در ترور مهمی نیست که کسی کشته بشه، یعنی شما ممکن است برای اینکه یک حکومتی رو منفعل کنید صدی رو از بین ببرید که کسی هم کشته نشه، یا در یک مکان خالی بمبگذاری بکنید، یا استادیومی رو به آتش بکشید که خالی باشه، فقط برای اینکه بخواید پیامی رو برسونید. اما کلمه فتک در اسلام به معنای کشتن ناگهانی است. یعنی اینکه شخصی آمادگی نداره، در میدان نبرد نیست و شخصی میره او رو میکشه. این کلمه به شکل اخص آن ترور هست. اما ما اشاره کردیم معنای ترور معنای بسیار گسترده‌ای است که با کلمه ارهاب همخوانی داره. حالا من میخوام یک سندی رو بخوانم در مورد کسی که مورد ترور قرار گرفته و خیلی هم این نکته جالب. آقای سعید حجاریان که از او به عنوان حالای تئوریست، یعنی در حوزه اصلاحات و اینا نام برده میشه، خودش هم از عناصر اطلاعاتی هست و اینها، یک مصاحبه‌ای انجام داده بود در 29 مهر 92 با پایگاه خبری انتخاب به کد 133859. ایشون داره در مورد ترور خودش صحبت میکنه که این ترور از چه زمانی بود، به چه دلیل بود. اون بخشی که بسیار مهم هست رو من میخوانم و بعد عرایزم رو ادامه میدم. پرسشگر ازشون میپرسه این خشونت ها توجیه ایدئولوژیک داشت؟ یعنی اون آقای عسکر که آمد شما رو ترور کرد، آیا پشتوانه ایدئولوژیکی در او بود؟ جواب: این موضوع از زمانی شروع شد که آقای میم یه، که احتمالا منظورش آقای مصباح یزدی است، یکی از اون آیت الله های قدری که در درون ایران هست و بسیاری او رو عقبه تئوری که نظام میدونن و من هم او رو انسان بسیار صادقی میدونم. او کسی است که میگوید بردهداری در اسلام هست، اگر ما کشوری رو بگیریم میتوانیم بردهداری بکنیم. از این افراد نواندیش دینی و کسانی نیستش که اگه بهشون بگی خب این مطلبی که شما میگید کجاست، از کانت و هگل و هیوم آدرس میدن. نه، ایشون از آیه قرآن آدرس میدن. خب ایشون میگه گفتن، یعنی همین آقای مصباح یزدی، که من میخواهم یک حرفی را بگویم اما نمیگویم، چون اگر بگویم میگوین تروریست هستم. اما آیه و دولهم که در واقع همون آیه 60 سوره انفال که اشاره میکنه، این آیه رو خوان و گفت این ترهبونه میدانید یعنی چه؟ یعنی ترور. دقیقا درست میگه مصباح یزدی، چون خود قرآن میگه برید وحشت ایجاد بکنید در درون، یعنی اونقدر نیروتون رو قوی بکنید که دشمنان شما وحشت ایجاد بشه درشون. ما این را نقد کردیم، حالا آقای حجاریان داره میگه، و به ایشان گفتیم شما چه اسلام شناسی هستید که قرآن را اشتباه ترجمه میکنید؟ ترهبونه در عربی جدید به معنای ترور است، در عربی جدید به معنای تروره. اما در عربی قدیم که مبنای ترجمه و تفسیر قرآن است به معنای ترس است. خب ترور هم به معنای ترسه. در عربی قدیم کلمات دیگری معنای ترور میدهند که منظورش فتکه. یعنی آقای حجاریان فکر میکرد که ترور فقط اینه که بکشی. حالا ما به هر دوش پاسخ خواهیم داد. شما چرا ترور را به قرآن نسبت میدهید؟ خب این خبر رو خواندم که ما بدانیم اساساً معنای ترور به معنای وحشت در آیات قرآن آمده. بزرگترین علمای اسلامی چه در گذشته و چه حال این رو تایید کردن. اما اگر کسانی معتقد هستند معنای ترور این است که مصداق قتل واقع بشود، یعنی کسی کشته بشود، یعنی اون فتک محقق بشه، برای او هم من پاسخ خواهم داشت در این برنامه و نشان خواهم داد که حتی فتک هم در اسلام به رسمیت شناخته شده، علاوه بر ارهاب یا همان ترور. آیا ترورهایی که در صدر اسلام رخ داده منطبق هست با این روش تروریسم؟ هرچند ما آن بخشهایی رو بررسی خواهیم کرد که به شکل اخص اون ترور هست، یعنی نابودی و برکندن مخالف. خب اینها رو ما در اسلام داریم. اسماء بنت مروان رو داریم که عمیر بن علی او رو کشت، یا کعب بن اشرف رو داریم، کسی که برادر شیری یا برادر رضایی او مثل ابو نائله به همراه محمد بن مسلمه رفتن و او رو کشتن. ابو افک رو داریم که سالم بن عمیر او رو کشت. اسیر بن رزام رو داریم که عبدالله بن انیس او رو از بین برد. ابو رافع سلام بن ابوالحقیق رو داریم که عبدالله بن عتیق در گروهی که اعزام میکنه عبدالله بن انیس او رو میکشه. حتی در واقع حرکت برای ترور ابو سفیان رو توسط عمرو بن امیه زمری رو داریم. اینا همه رو پیامبر اسلام فرستاد برای
کشتن او، یا رفاعت ابن قیس که از کسانی بود که همیشه محمد رو مورد پرسش قرار میداد و ابن ابی حدرد رو محمد برای ترور او میفرسته که اینها موفق میشن، یا سفیان ابن خالد رو که عبدالله ابن انیس میکشه. خب ما ببینیم این مؤلفه هایی که ما در تاریخ اسلام داریم و تمام منابع تاریخ اسلامی به اون پرداختن که حالا ما به اون خواهیم رسید، در این دستبندی هایی که من عرض کردم در کجا قرار میگیره؟ خب ما گفتیم هدف اونها چیست، انگیزه اونها چیست، به چه منوال و چه روش، چه ابزاری رو میتوانن استفاده بکنن. و حالا من با ارائه اسناد مفصل که امیدوارم فرصت باشه که من یک بار برای همیشه اینها رو بخوانم برای عزیزان، هرچند در آینده حتما در چندین جلسه به این مطالب خواهم پرداخت، نکاتی رو عرض بکنم. نگران نباشید، بفرمایید راحت. خواهش میکنم. من امروز دیدم برخی از حالا نواندیشان دینی که به هر حال دستی به قلم میبرند و یکی دو شعر و بیت مولانا قاطی اون استدلال ها میکنند و به خورد خلق الله میدهند، امروز نوشتن که بله محمد پیامبر رحمت است. حالا من ابتدا این ترس یا رعب، وحشت، خوف، خشیت اینها رو میخوام ارائه کنم که این دوستان حداقلش یاد بگیرن. حالا بس بر سر یادگیری است. در کتاب صحیح بخاری که میدانید بعد از قرآن متقن‌ترین کتاب و صحیح‌ترین کتاب نزد بیش از 1 میلیارد و اندی مسلمان است. روایات او رو کاملا صحیح میدن. در چندین روایت این روایت آمده، یعنی در چندین شماره روایت، فقط یه دونه رو از همون جلد اولش میخوانم که بدانید پیامبر اسلام برای خود چه خصیصه‌ای میشناخته. حدیث شماره 335 جلد اول صفحه 173. خب میگوید از جابر ابن عبدالله روایت است که گفت رسول الله فرمود 5 چیز به من داده شده است که قبل از من به کسی داده نشده است. حالا 5 مورد رو میگه، یک موردش خیلی مهم: خداوند بر ترس دشمنان از من به من نصرت بخشیده است. دقیقا کلمه عربیش از نصرت و به رو، یعنی دشمنان من، مخالفین من باید از من بترسن. این خصیصه است که الله به من داده، به قبلا هم به هیچ کسی نداده. پیامبر رحمتش به مسافت سفر 1 ماهه، یعنی اونایی که حالا در اون زمان خب کیلومتر معنا نداشت، سفر 1 ماهه یعنی شما تا 1 ماه حرکت کنید تا اون فاصله همه باید از من بترسن. حالا ایشون پیامبر رحمت. خب ما این رو میبینیم که ترس یکی از چیزهایی است که در درون اسلام وجود داره، اما داستان به همینجا ختم نمیشه، بلکه من از سیره ابن هشام مطلبی رو میخوانم که بسیار مهمه. همین روایتی که بخاری آورده ابن هشام هم آورده، منتها با روایت امام شیعی. حالا دقت بفهم. ابن اسحاق گوید محمد ابو جعفر ابن علی ابن الحسین برای من حدیث کرد که گفت، حالا متن عربیش هم آورده که پیامبر میگه به رو به یاری شده ام، یعنی با ترس، و زمین برای من نمازگاه و پاکیزه قرار داده شده است و حالا غنیمت‌های جنگی برای من حلال هست. و این داستان‌ها در صفحه 308 جلد دوم سیره ابن هشام ترجمه جناب انصاری. خب شما می‌توانید این رو ببینید که اون روایتی که من آوردم در صحیح بخاری در این کتاب هم مورد تایید قرار می‌گیره. خب نکته دیگر مطلبی است که جناب رسول جعفریان می‌خواهد اشاره بکند که چرا این ترس که ما اشاره کردیم مهم است و جز اهداف تروریست هاست در ترور محمد وجود داره. آقای رسول جعفریان، حالا ببینید ادبیاتی که این بزرگواران به کار میبرن چیست. داستان زیبای کشتن کعب ابن اشرف، داستان زیبای کشتن کعب ابن اشرف که ترور شد، را عباد ابن بشر در شعری آورده. او تأکید میکند که آنها 5 نفر بوده، یعنی قاتلین که من عرض کردم، محمد ابن مسلمه و ابو نائله و دیگران، و خداوند نفر ششم آنان بود. بعد ایشون ادامه میده کشتن کعب یهودیان مدینه را به شدت ترسان. رسول خدا صلی الله فردای آن روز فرمود که هر کس از بزرگان یهود را دیدند بکشند، و بدین ترتیب تا مدتی یهودیان سرشناس آفتابی نمی شدند. در صفحه آنسر. پس میبینیم این ترورها به چه هدفی بود، برای ترساندن بسیاری از افراد بود. حالا ببینیم واقعی چه میگوید در کتاب مغازی. خب گویند چون پیامبر
آن شب را که ابن اشرف کشته شد به صبح آورد، فرمود به هر یک از بزرگان یهود که دست یافتید بکشیدش. پیامبر رحمت دستور داده هر بزرگ یهودی را که دیدید بکشید. یهودیان سخت ترسیدند، به طوری که هیچ یک از بزرگان ایشان ظاهر نمی شدند و سخنی هم نمی گفتند و می ترسیدند که شبانه آنها را بکشند، همچنان که ابن اشرف را کشتند. در صفحه 139 جلد اول کتاب مغازی واقعی که دوستان می توانند به اون توجه بکنند. خب بریم دوباره سراغ ابن هشام ببینیم این مسلمان چه می گوید، که البته سیره ابن اسحاق رو تهذیب هم کرده تا حدودی بتواند برای مسلمانان قابل فهم باشه. خب در اینجا که روایت بسیار طولانی است که من باید اون رو بخوانم، ایشان اشاره میکنه که هدف از این ترورها چیست، یعنی در واقع نوع رفتارهایی که اونها میکنن به چه منوال هست. میگوید پیش از این قبیله اوس قبل از وقوع جنگ احد، کعب بن اشرف را به دلیل دشمنیش با رسول خدا و ترغیب مردم بر ضد آن حضرت، مثل کاری که ما داریم انجام میدیم، کشته بودند. به همین دلیل قبیله خزرج هم از رسول خدا اجازه خواستند که سلام بن ابوالحقیق را که در خیبر بود خود بکشند و آن حضرت هم پذیرفت. بنابراین ما میبینیم که این نوع رفتارهایی که انجام میشده بدون اجازه محمد یا خودسرانه نبود، الله هم با اونها بود، نفر ششم بود. و اینجا هم ما میبینیم که محمد در این داستان ها هم نقش داشته و دخالت میکرد. خب نکته دومی که باز من باید به اون اشاره بکنم، سیستماتیک بودن این در واقع قتل هاست. همون روایتی که شخص حالا ابن هشام آورده، ما دیدیم یک رقابتی ایجاد شده بود. حالا ایشون این روایت رو ادامه میده با نقل روایت زهری، ابن شهاب زهری. میگوید ابن اسحاق گوید محمد ابن مسلم ابن شهاب زهری از عبدالله ابن کعب ابن مالک برای من روایت کرده است که گفت یکی از الطاف الهی در حق پیامبر اکرم صلی الله این بود که دو قبیله انصاری اوس و خزرج، که میدونیم قاطبه مسلمانان همین ها بودن، اوس و خزرج، تعداد مهاجرین زیاد نبود، در انجام کارهای نیک، منظورش تروره، و کمک به آن حضرت با همدیگر رقابت می کردن و هرگاه اوسیان برای رسول خدا صلی الله کاری سودمند را انجام می دادن، خزرجیان می گفتن سوگند به خداوند شما نمی توانید با این کار در نگاه رسول خدا در اسلام بر ما برتری بجویید. خوب دقت بفرمایید، این برتری جویی همان مطلبی است که من عرض کردم، یعنی برکشیده شدن در مناسبات اجتماعی، یعنی گروه ها رقابت می کنند که با ترور خودشون رو بالا و به نوعی شایسته نشان بدن. آنگاه تا وقتی که خود نیز چنان کاری را انجام نمی دادند دست بر نمی داشتند و اگر خزرج هم کاری را می کردند اوس با آنان به رقابت بر می خواستند. وقتی افراد قبیله اوس کعب ابن اشرف را که با رسول خدا دشمنی می کرد کشتند، افراد قبیله خزرج گفتند سوگند به خداوند که شما نمی توانید با این کارتان بر ما برتری یابید. خوب این کلمات دقت فرمایید، این برتری ها همون های مبانی بود که من در ابتدا عرض کردم. آنگاه با خود گفتند کیست که مانند ابن اشرف با رسول خدا دشمن باشد، تا اینکه دیدند ابن ابوالحقیق مانند او با آن حضرت دشمنی میکنند. حالا اینا هم شاعر و اینها بودند. او در خیبر میزیست، از این روی از آن حضرت درخواست کردند که خود او را از میان بردارند و آن حضرت هم پذیرفت. در صفحه 87 86 و 87 جلد سوم سیره ابن هشام. خب نکته دیگر در همین سیستماتیک بودن آقای رسول جعفریان آوره. ببینیم از منابع متعدد میگویم که دوستان بدانند ما فقط به یک نقل نخواهیم پرداخت در این مورد بسیار مهم. حالا امیدواریم به گوش این آقایون مکرون و خانم مرکل و دیگران هم حداقل یک اسلام شناس اون کنار داشته باشه. ببینید مشکل ما این است، وقتی شما جامعه ای دارید 6 میلیون مسلمان داره یا چندین میلیون مسلمان داره، لااقل یکی دو اسلام شناس رو هم کنار خودتان قرار بدید که نوع مناسبات شما با اینها رو بتونه تبیین بکنه. شما الان برای تجارت اروپاییان این رسمشون هست، میرن با ممالک مختلف ببینن اینا کسب و کارشون به چه نحوی است، چگونه تجارت میکنن. یعنی در زمان گذشته بسیاری از این مستشرقین بودن، میامدن در شرق، این خلق و خوی مسلمانان یا افراد رو میدیدن، مینوشتن و به حاکمانشان میدادن. امروز جامعه آلمان رو شما در نظر بگیرید، خانم مرکل میره در فرودگاه این طرف اون طرف، سوریا رو پذیرایی میکنه، بهشون یه گلی هم میده، یه بغل و ماچو بوسه‌ای،
زمانی که آمدن اندکی خستگیشان در رفت، ناگهان شما میبینید زیر برقه با یک کمربند انفجاری در بازار برلین ناگهان خودشون رو منفجر میکنن. فقط صداش به گوش خانم مرکل میرسه، اما اون نمیدونه که این رفتارها مبناش در کجاست. آن آخوندی که در مسجد هامبورگ نشسته یا در جای دیگری داره سخن میگه، این روایت رو در گوش بچه‌های مسلمان میخونه. عبدالقادر و عبدالصالح و اینها با فرمایشات رسول بمبگذاری میکنن، نه با دیدگاه کانت و هیوم و هگل و این افراد. خب حالا ادامه بدید. آقای رسول جعفریان گفتنی است که قتل کعب بن اشرف را اوسیان عهده‌دار بودند. رقابت خزرج با اوس در کسب امتیاز سبب شد تا این بار خزرجی ها به سوی سلام رفته، یعنی سلام ابن ابی لغت، وی را به قتل آورند. خب ایشون هم تایید میکنه که این حالت سیستماتیک بودن در میان دو قبیله بزرگ اوس و خزرج وجود داشته. در صفحه 540 رقابت در ترور، در واقع رقابت در ترور بین دو گروه از پیروان محمد. بله بله کاملا. خب نکته دیگر این که ما اشاره کردیم بخشی دیگر از این ترورها خشونته. خب خشونت ما میبینیم همینا قتل انجام دادن، یعنی اون فتک به معنای اخص اون رخ داده، حالا اون النصر و روب و این داستانها که جای خودش رو داره. بنابراین اینها به شکل بسیار خشونت باری دست به چنین رفتارهایی میزد. اما نکته دیگری که باز ما در مطالبمون گفتیم هدفمند بودن این ترورهاست، یعنی شما باید ببینید اینها چه هدفی رو دنبال میکردن. آقای رسول جعفریان دوباره در کتاب خودش به این مطلب پرداخته و نوشته که هدف چه بود. در صفحه 267 تاریخ سیاسی اسلام ایشون داره اشاره میکنه. در تمام سیره پیامبر، خوب به این سه کلمه دقت بفرمایید، در تمام سیره پیامبر میتوان شاهد بود که حضرت از نقش تبلیغات چیان دشمن غفلت نکرده. اینجا بحث از سرداران و جنگاوران نیست، تبلیغات چیان یعنی کسانی که می اومدن بر اسلام ایراد می گرفتن، نقد وارد می کردن، شعر می گفتن و این افراد. از نقش تبلیغات چیان دشمن غفلت نکرده و در هر فرصتی که به دست آورده آنان را از میان برداشتن. این اقرار یک آخوند جمهوری اسلامی است که مؤلف و تألیفات زیادی هم در زمینه تاریخ اسلام داره. داره اقرار میکنه که این آقا دست به چنین کاری میزنه، در هر فرصتی که به دست آورده این افراد ترور کرده. حالا بچه سروش و دیگران نشستن در تورنتو و جای دیگه میگن نه خیلی آقا ترور اصلا ما در اسلام نداریم. ترور چی؟ شرفا چی؟ خب بعد اشاره میکنه آقای مهدی خزعلی، بازی با احساسات مردم در تحریک آنها بر ضد حق از نظر آن حضرت عملی خطیر و غیر قابل بخشش بوده است. پس اصلا بحث از میدان حرب و اینها نیست، فقط بحث از نگاه ایدئولوژیکی است که حالا من چون یهودی، اون چون مسیحی، اون چون آتئیست، اون چون فلان، حق نداریم با محمد بحث کنیم. خب این اندیشه های تروریستی شما در یهودیت هم میبینید، در مسیحیت هم میبینید، در اسلام هم میبینید، اما در اسلام به شکل اخص اون اینها با شواهد و مدارک بسیار زیادی وجود داره که این رو ما میتوانیم پیدا بکنیم. در صفحه 267 خب بعد دوباره ایشان ادامه میده داستان رو در جای دیگه. حالا من خلاصه شو عرض کنم. ببینید شما مثلا شخصی مثل کعب ابن اشرف، او از نظر خود افراد حجاز او سید احبار بود، یعنی بزرگ عالمان یهود بود. خب پس محمد با کشتن او به دنبال این بود که یهود رو از نظر ایدئولوژیک ضعیف بکنه، یا همون رفاعت ابن قیس رو که مثلا من عرض کردم، اینها بزرگان یهود بودن، یا ابو عفک و دیگران. محمد حالا ابو عفک مثلا 100 اندی سال سن داشت، خب مثلا مرد جنگ نبود که حالا مثلا بخواد وارد جنگ بشه، بلکه نوع نگاه ایدئولوژیک او برای محمد قابل بحث نبود. خب ما اشاره کردیم این انگیزه های سیاسی و به نوعی اجتماعی او و مسائل ایدئولوژیکی که داشته. دیگری مسئله عملگرایی است که باز ما در اینها میبینیم، یعنی افرادی که خود داوطلب میشوند زمانی که محمد میگوید چه کسی حاضر است که برود مثلا دختر مروان رو شرش رو از من کم بکنه، عمیر بن عدی میگوید یا رسول الله من میروم انجام. یا مثلا وقتی میگوید چه کسی کعب رو میکشه، محمد ابن مسلمه میگوید رسول الله من میروم انجام. ببین این عملگرایی رو هم ما میبینیم که دائما در درون اسلام وجود داره. بسیاری از این افراد وقتی میرفتن مثل عبدالله ابن انیس، وقتی برمیگشتن محمد به اینا پاداش هم میداد. مثلا عصایی رو به او میداد، میگفت این عصا رو در زمان مرگت هم اگر در قبر بگذاری در بهشت با این عصا قدم خواهی زد. و بعد به او اشاره میکند که عصاداران در بهشت خیلی کمن. یعنی ببین مقامش توی تروریست آنقدر بالاست که وقتی این عصا رو من به تو میدم این نشان لیاقت بوده مثلا آن زمان.
حالا ذوالفقار به الان در جمهوری اسلامی میدن و نمیدونم فلان میدن، در اون زمان عصای محمد بوده. اینو بهشون داده که آقا شما اگر مردید در اون دنیا در بهشت جز معدود کسانی خواهی بود که با عصا دارن مشغول گشتن هستن در اون بهشت. خب نکته دیگر این که ما اشاره کردیم کسب جایگاه اجتماعی است. حالا من یک در واقع مطلب تاریخی رو میخوانم از آقای محمد ابراهیم آیتی، ایشان هم کتابی دارد به نام سیره پیامبر اسلام، چون من میخوام متنوع باشه این بحثا که نه شیعیان به ما خورده بگیرن نه اهل تسنن که هرچند همیشه میگیرن، اما بریم ببینیم آقای آیتی چه میگوید. خب ایشان در مورد مسئله کشته شدن ابو رافع میگوید: در رمضان سال ششم قبیله اوس هم پیش از احد کعب ابن اشرف را به کیفر دشمنی وی با رسول خدا کشته بودند. بدین جهت پس از پایان یافتن غزوه خندق و بنی قریظه، قبیله خزرج از رسول خدا اجازه گرفتند که ابو رافع سلام ابن ربیع ابن ابی الحقیق را بکشند. چون خزرجی ها دیدند که قبیله اوس با کشتن کعب ابن اشرف یهودی سرفراز شدند، در مقام آن برآمدند تا دشمنی از دشمنان رسول خدا را که در دشمنی با وی در ردیف ابن اشرف باشد بکشند. پس متوجه شدید قتل سبب سرفرازی اوس شد، خزرجی ها به دنبال سرفرازی بودند، بنابراین دست به کشتن سلام ابن ابی الحقیق زد. خب دیگر نکته مسئله تحصیل مالی است که ما اشاره کردیم. حالا من خلاصه کنم چون خیلی زیاده این مطلب. شخصی مثل ابن ابی حضرت زنی میبره، یعنی ازدواج میکنه، 200 درهم به عنوان مهریه تعیین میشه. ایشان پول نداشت که به اولیای اون زن بده و این زن رو به خانه ببره، لذا میآید پیش محمد و اشاره میکند که یا رسول الله به من کمک کن که من بتوانم زن خود رو به خانه بیاورم. پیامبر بهش میگه که خب چه کردی، چقدر مهریه کردی؟ گفت 200 درهم. گفت آقا من چی پولی ندارم که به شما بدم 200 درهم. گفت حالا یکم صبر کن، یک به هر حال فرجی حاصل میشود، به هر حال الله گرز حکمت ببندد دری، رحمت گشاید در دیگری. بعد تصمیم میگیره این آقا رو به همراه دو نفر برای ترور فاعته به قیس بفرسته. گفت آقا میری اونجا، اگر این آقا رو کشتی یه سری غنایم هم میگیری، راحت مهریت هم میدی. که همین هم شد. آقای ابن ابی حضرت میره و اونجا به همراه یکی دو نفر از دوستانشون رفاعت ابن قیس رو میکشه، تعدادی شتر و گاو و گوسفند و اینها به غنیمت میاره و خودش هم با افتخار میگه که من اونها رو فروختم و توانستم همسر خودم رو به خانه بیاورم. بنابراین شما میتوانید برای کسب تحصیل مال هم دست به ترور بزنید و مصادیقش رو هم ما در درون اسلام میتوانیم ببینیم. اما نکته دیگر اهمیت ایدئولوژی که این موارده که ما اشاره کردیم. خب اونها میرن میکشن، میخوان یکی رو بردارن، اما همین الله اکبر گویان ها، همین تعریف و تمجید هایی که سران حکومت ها معمولا از این تروریست ها میکنن، در اون زمان هم از بلندگوهای تبلیغاتی پیامبر میشد. حالا اون زمان بلندگوی تبلیغاتی پیامبر شعراش بودن، کسانی مثل حسان ابن ثابت، کعب ابن مالک، عبدالله ابن رواحه، اینها کسانی بودن که شعر میگفتن برای محمد در حجب دشمنان. حالا اونها هم همین کارو میکردن، اینا هم همین کارو میکردن، اما چون زورشون نمیرسید محمد دستور میده ترور هم بکنه. خب حالا ببینیم این آقای حسان ابن ثابت بعد از ترور ابن ابی الحقیق به عنوان بلندگوی تبلیغاتی پیامبر اسلام چه میگوید. ابن شامی مطلب رو آورده در جلد سوم صفحه 89. ابن اسحاق میگوید: حسان ابن ثابت در بیان کشته شدن کعب ابن اشرف و سلام ابن ابی الحقیق گفته است، حالا شعرش رو این ترجمه‌ای که ما میخوانیم: خدا خیر دهد گروهی را که با آنان روبرو شدی ای فرزند حقیق، و نیز تو ای پسر اشرف. این مقتول‌ها شمشیرهای سبک را به سوی شما روانه می‌کنند با نشاط، مانند شیران بیشه‌ای انباشت از درختان، تا اینکه در محل سرزمینتان به سراغتان آمدند. حمله‌ای در کار نبوده، رفتن داخل خونه‌هاشون اینا رو کشتن و با شمشیرهای کشنده شما را کشتن. با بینش به یاری دین پیامبرشان شتافتن و هر اتفاقی را که موجب از بین رفتن جان و مالشان می شد کوچک می شمردن. خب شما دقت بفرمایید، این بلندگوی تبلیغاتی پیامبر اسلام به صراحت اشاره می کنه که این جماعتی که رفتن و این ترور را انجام دادن برای این بود است که بتوانن دین محمد رو با بینشی که دارن یاری بکنن. و به اونها خب همین حسان ابن ثابت بلندگوی تبلیغاتی بعد از کشته شدن ابو افک هم باز شعر میگه و زنان دیگر. حالا یک نمونه دیگه از یک شاعر دیگه محمد، یعنی خانم به نام نهدیه رو واقدی آورده که اون را میخوانم، جالب. نهدیه که بانوی مسلمان بود در این مورد این اشعار را سرود:
دو نفر دیگر رو، یعنی اسما رو که کشتن و ابو عفرک رو کشتن، حالا یه خانم داره شعر آیین خدا و احمد را تکذیب میکنی، سوگند به کسی که تو را آرزومند میکند این بد آرزوییست. ای ابا عفک در آخر شب ضربتی از مردی خوردی، مردی حنیف خوردی، بگیر آن را با همه سال خوردگی. یعنی 120 سال سنش بود اون پیرمرد ابو عفک. و من کاش میدانستم قاتل تو که در دل شب به سراغت آمد آدمیست یا پریزاد. صفحه 126 و 125 و 126. خب پس ما میبینیم بلنگوهای تبلیغاتی مثل همین رسانه‌های مختلفی که در اسلامگراها هستن، اینم شبکه نور، شبکه تاریکی، شبکه کلمه، این شبکه‌هایی که هستن، اینا بلنگوهای تبلیغاتی هستن. هیچ کدومشون ترور رو از توی پیامبر در واقع تقویه نمی‌کنه، دائما اینها رو غیر اسلامی میدونن، اما به همان سنت محمد و به همان روایات ملتزم هستن. خب حالا ادامه میدیم داستان رو، ببینیم این افراد چه میکردن با نوع نگاه دیگر. یکی از مواردی که ما اشاره کردیم برتری ایدئولوژی بر اخلاق فردی است. یعنی یک تروریست مهم نیست که شخصی که باید بکشه پدر اوست، هموطن اوست، هم ولایتی اوست، اصلا مهم نیست، مهم اینه که او ایدئولوژی رو برتر می‌کنه. خب ما در قرآن همین رو داریم، مثلا شما آیه 23 سوره توبه اشاره میکنه که اگر برادر شما، پدر شما، عموی شما کفر رو بر ایمان ترجیح داد، او دیگر دوست شما نیست، پیوند شما با او بریده است و اسلام پیوندها رو بریده، از همین مطالب ناشی میشه. در کتاب صحیح بخاری هم هست، حالا روایاتی که اگر اشتباه نکنم 14 15 16 17 اینا روایات در همین حدود هست، محمد به صراحت میگوید ایمان مؤمن تکمیل نمیشود مگر من را بر پدر، مادر و برادر خودش برتری بده. یعنی شما من محمد رو باید از اعضای خانواده هم برتر بدید. خب این الغای برتری اخلاق اجتماعی حالا به نوعی ایدئولوژیک بر اخلاق فردی است که برادر باید به برادر به حال نیکی بکنه، حدود احترام هم رو نگه دارن. به این داستان حالا یک روایت تاریخی هم بخوانیم که واقعا این مصیبت عظماست. داستان دو برادری است که محمد دستور داده حالا هر یهودی رو که دیدید بکشید. ابن اسحاق میگوید رسول خدا صلی الله فرمود به هر کس از افراد یهود که دست یابید آنان را بکشید. این دستور به یک قتل عام عمومی. آنگاه محیصه ابن مسعود و بنابر روایتی محیصه ابن مسعود به سنینه، یعنی یک شخصی بود به نام ابن سنینه، یهودی بود، یکی از تاجران یهود، اصلا نه نظامی بود نه شاعر بود، چیزی هم نبود چون حکم کلی محمد داد، مشمول این شخص هم شد، در واقع این شخص مشمول این قانون شد. یکی از تاجران یهود که به آن لباس میداد و با آنان خرید و فروش داشت حمله کرد و او را کشت. حویصه ابن مسعود که برادر اون معیسه است در آن زمان مسلمان نشده بود و از لحاظ سنی بزرگتر از برادرش بود و وقتی برادرش او را کشت، حویصه او را میزد و میگفت ای دشمن خدا، آیا او را کشتی؟ حالان که خدا میداند هنوز هم چربی حاصل از اموال او در شکم تو آب نشده است. یعنی این تو رو بزرگ کرده، به هر حال از درآمدی که او داشته توانستی بزرگ بشی. یعنی اون به اصطلاح خودمون اون نان و نمکی هم که خورده بود اهمیتی نداشت، زد اون طرف رو کشت، چون محمد گفت هر یهودی رو که دیدید بکشید. معیسه میگوید سوگند به خداوند کسی به من فرمان داده است او را بکشم که اگر مرا به کشتن تو هم فرمان بدهد گردنت را خواهم زد. یکی از دلایلی که حویصه هم تصمیم گرفت مسلمان شود آن بود که از برادرش پرسید آیا واقعا اگر محمد به تو فرمان بدهد مرا بکشی مرا خواهی کشت؟ معیسه گفت آری، یعنی من بیچاره از ترس مسلمان شد. سوگند به خداوند اگر به من فرمان بدهد که گردن تو را بزنم گردنت را خواهم زد. حویصه گفت تردید نباید کرد که دینت تو را به چنین امر شگرفی وا داشته است. آنگاه خود نیز مسلمان شد. حالا ابن اسحاق شعری رو هم میاره که این آقای برادر قاتل خوانده. حالا بخشی از اون جالبه. برادرم نکوهشم میکند، ای کاش فرمان یافته بودم او را بکشم و با شمشیر بران هر دو استخوان بن گوش او را میبریدم. در صفحه 424 و 425 که ابن هشام این مطلب رو
آورد. خب پس ما میبینیم این ایدئولوژی و برتری او بر اخلاق فردی، اخلاق خانوادگی کاملا با ارائه این اسناد مهیاست. خب من اندکی استراحت میکنم، در نوبت بعد باز برمیگردم به این مبانی که از دل اون قانونگذاری صورت میگیره، احکام صورت میگیره و به نوعی بزرگان حدیث اهل سنت سعی میکنن اینها رو تبویب بکنن، باب باز بکنن برای اون. و خب این کتاب هاییست که در مساجد بر روی منبر در جاهای دیگر خوانده میشه و جوانان رو با این دغدغه‌های تاریخی و این روایات تهییج میکنن که ایدئولوژی رو برتر ببینن، دارالاسلام رو در صدد اون باشن در کشورهای دیگر که اون رو دارالحرب میدانن بگسترانن، و برای این کار نیازمند این هستن که افراد رو نابود بکنن، کسانی که بر محمد خورده میگیرن رو از بین ببرن، و همه اینها ریشه هایی است که در درون متن‌های اسلامی به وضوح قابل مشاهده است. من در نوبت اول سعی کردم مبانی تروریسم رو، اهداف و انگیزه های اون رو تا حدی که وقت اجازه میداد و دانش محدود من بدون احاطه داشت عرض کنم. اما در نوبت دوم موارد تاریخی رو آوردیم که تطبیق بدیم این موارد رو با آن چیزی که ما در تروریسم میدونیم، هرچند از نظر شکلی متفاوت شده، نوع کشتن، استفاده از ابزارهای مختلف، ولی محتوا همانه، ایدئولوژی همانه که در اختیار اینها هست. ما میدونیم که این نوع رفتارها طبیعتا برای مسلمانان چه جایگاهی دارند. بسیاری معتقد هستند که خب این وقایع تاریخی هستند، درسته، اما از کجا بدانیم که این موارد تعلیم داده میشه، آموزش داده میشه، یا در دسترس مردم هست و علمای اسلامی اون رو مثلا تایید میکنن؟ شما میدانید مثلا شبکه‌های اهل سنت که دائم شیعیان رو خرافی میدانند و بر اونها میتازند، حالا نامی از این شبکه‌ها هم میبریم که بدانن، حداقل ما با کسی رو در وایسی نداریم، شبکه‌های مثل نو، کلمه یا این افراد مختلف، اینها به کتابی باور دارن به نام صحیح بخاری. در این کتاب معتقد هستند که متقن و موثق ترین روایات پیامبر اسلام جمع شده و آمده. البته چندین کتاب دیگر هم هست، اما این بعد از قرآن برای اونها صحیح ترین. بعد از این حوادث شما مطمئن باشید همین افرادی که می نشینن یک کراواتی هم می زنن، بیش دارن تا اینجا سیبیلاشون رو کوتاه می کنن، در اروپا و جای دیگر هم هستن، می گن نه خیر، اصلا اسلام با این چیز، اینها دروغگو هستن و این دروغگویی هم در اسلام به رسمیت شناخته شده. حالا چگونه؟ امام اینها یعنی بخاری در کتاب صحیح خودش در جلد سوم در خصوص این ترورها باب باز کرده، یعنی روایات، چند روایات رو که از نظر موضوعی در یک راستا هستند در کنار هم قرار داده، به عنوان یک باب مدخلی برای اونها باز کرده. ببینید حالا من باب ها رو میخونم، شما دقت بکنید. جلد سوم کتاب صحیح بخاری مورد تبعیت 1 میلیارد و اندی مسلمان هست. باب 155 کشتن مشرک در خواب، یعنی مجوز داره. در روایات به ترور ابو رافع اشاره میکنه که ما اشاره کردیم او رو کشتن، حسان و دیگران برای او شعر گفتن و با اجازه محمد. چندین روایت رو آورده در این باب. باب 158 دروغ در جنگ، یعنی شما وقتی با کسی جنگ میدونید به معنای حربی که اینا میگن، فقط این نیست که در میدان جنگ باشه، بلکه شما میتوانید در خارج از اون هم دروغ بگید، که حالا داستان همین ترورها با همین دروغ بود. یعنی مثلا افرادی مثل محمد ابن مسلمه یا عمرو ابن امیه زمری یا ابن ابی حضرت و دیگران وقتی می‌خواستن برن یه تروری انجام بدن، خب نمی‌توانستن برن بگن ما مسلمانیم اومدیم تو رو بکشیم، میگفتن ما دشمن محمدیم، محمد برای ما دردسر ایجاد کرده، برای همین از پیامبر اجازه می‌گرفتن، میگفتن یا رسول الله آیا اجازه هست که ما برویم و چیزی بگوییم؟ گفت هر چی دلتون می‌خواد برید بگید. یعنی در واقع این مجوز تروری که بوده، حالا ایشون دستور میداد که هر چی خواستن بگن. حالا من روایت رو بخونم یکی از اینها رو. باب 159 الفتح به اهل الحرب، یعنی کشتن ناگهانی کسانی که با ما مخالفن. حدیث 3032 پیامبر صلی الله فرمود کیست که کار کعب ابن اشرف را تمام کند؟ محمد ابن مسلمه گفت آیا میخواهی که او را بکشم؟ فرمود آری. گفت پس اجازه بده چیزی بگویم که او را بفریبم. فرمود تو را اجازه دادم. یعنی اینها دقیقاً کاری که امیر موسی انجام میشه،
به عنوان اپوزیسیون میان، به عنوان دوست میان، به عنوان افراد مختلف میان و بعد دست به ترور میزنن، دست به جنایت. شما دو قتل دکتر شاپور بختیار، افرادی مثل فریدون بوی رحمتی و دیگران، اینا یک شبه نیومدن، از اول هم نیومدن بگن ما آدم جمهوری اسلامی هستیم. در نزدیک دکتر بختیار بودن، در نزدیک دیگران بودن، عضو حالا اون شورای خود اون افراد بودن. پس ببینید اینا همه مجوز داره، اما روش ها متفاوت شده، زمان ها متفاوت شده، ابزار ها متفاوت شده. هرچی بیشتر بکشید خب بیشتر هراس ایجاد میکنید، بنابراین بهتر انتحاری عمل بکنید، بمب گذاری بکنید. در اون زمان که بمب نبود با شمشیر این کارو میکرد. خب پس ایشان میبینیم یه باب باز میکنه، دروغ در جنگ که بتوانند از این کار، و دقیقاً هم از ترور کعب بن اشرف نام میبرد. در باب 159 باز روایات متعدد میآورد، عنوان باب این است: ناگهانی کشتن اهل حرب، که همون کلمه فتح که به معنی ترور بود و ما گفتیم اشاره خواهیم کرد که همین ترور هم در اسلام مشروعیت داره. اینجا میبینیم امام بخاری این مطلب رو در کتاب صحیح خودش آورده با ذکر روایاتی در ترور کعب بن اشرف. خب دو سند دیگر رو هم بخوانم از علمای معاصر که اینا اهل سنت هم هستن، بسیار میتونه برای ما مهم باشه. شبلی نعمانی، ایشا کتابی دارد به نام فروغ جاویدان، به همراه حالا به هر حال ندوی و دیگران این کتاب رو نوشته در جلد اول. به ترور سفیان بن خالد اشاره میکنه که عبدالله ابن انیس رفت او رو کش. حالا ایشو چی میگه؟ رسول اکرم عبدالله ابن انیس را فرستاد، وی با حیله های ظریفی موفق شد تا سفیان را به قتل برساند. در صفحه 307. پس حیله ها هیچ کدوم احصا شده نیست که مثلا شما حق نداری دروغ بگی، حق نداری فلان کنی. نه، دروغ هم میتوانید بگویید، بر علیه محمد هم میتوانید حرف بزنید، همه کار میتوانید بکنید. حالا اینجا من برای اینکه ختم قائل کنم از کتاب الگوی هدایت نوشته های سلابی مطلبی میآورم. ایشون هم از همین اهل سنت هست و کارهای تاریخی زیادی انجام داده. در مورد ترورهای یک نکته میگه که خیلی برای ما میتونه مهم باشه. خب ایشون چه میگوید؟ بعد از ترور کعب بن اشرف، من تقاضا دارم عزیزان به این نکته ها دقت بکنن. اینا معلمین اهل سنت هستن، اینا معلمین همین بچه‌هایی هستن که در مدارس میرون. این تروریستی که در اتریش کشتن یک جوان 20 ساله‌ای بوده، ظاهرا آلبانیایی تبار بوده. خب اینا از کجا یاد میگیرن؟ همین هایی هستن که افرادی مثل از سلابی و نمیدونم شبکه‌های اهل سنت و دیگران اینا رو آموزش میدن به اینا. حالا دقت بفهم، از ترور کعب بن اشرف میتوان درس ها و نکات بسیار مهمی در مورد شیوه برخورد رسول خدا با دشمنان اسلام و دولت اسلامی دست یافت. نخست اینکه سزای عهد و پیمان شکنان قتل است و این دستوری است که رسول خدا به آن عمل نمود. البته اینا که عهد و پیمان با محمد نداشتن، کعب بن اشرف و دیگران، اما رو کلی اشاره میکنه. همچنین پاداش کسی که به رسول خدا ناسزا گوید و به ایشان بی احترامی روا دارد قتل است. از نحوه اجرای دستور پیامبر اکرم در رابطه با کعب بن اشرف یهودی این امر اثبات می‌گردد که بعضی از دستورات الهی به جهت رعایت مصالح کلی مسلمانان باید مخفیانه انجام گیرد. یعنی ترور، یعنی کارهایی که شما باید برای مصالح اسلامی علنی نکنید. یعنی حتی اگر هم یک مسلمان رو گرفتن بگید خب نخیر از ما نیست، اینا در اصل ترور نیست، باید کار مخفیانه انجام بدید. و اگر در اجرای آن به شکل علنی خطری متوجه مسلمانان گردد، این موضوع از اهمیتی خاص برخوردار خواهد گردید. خب شما میدانید اگر مسلمانان مساجد یا جای دیگه بگن بله ما ترور رو تایید میکنیم، خب اروپا به اونا برخورد خواهد کرد، اما اونا میگن نه خیر اصلا ما کاری نمیکنیم. اما پشت پرده شما میتوانید مخفیانه دست به این رفتارها بزنید. شیوه قتل، حالا به دقت بفرمایید، داره همه رو ذکر میکنه. اول فتوا رو داد که باید کشت، بعدم میگه که برای مصالح باید مخفیانه باشه، حالا شیوه قتل. شیوه قتل کعب نیز بیانگر این نکته است که مبارزه با کفار و دشمنان اسلام و محاربین دولت اسلامی صرفاً به میادین جنگ منحصر نمی باشد، بلکه باید از هر راه ممکن دشمن را از پای درآورد. رفتی به جنگ نداره، در میدان، در شهر وین باشه، برلین باشه، پاریس باشه، مدیر مدرسه باشه،
گفتگر باشه، هر کسی باشه، به پیامبر ما حرفی بزنه، ما باید او رو بکشیم. بعد ادامه میده. از طرف دیگر ماجرای فوق عزت دین و ایجاد وحشت در صفوف کفار را در پی داشت و قضیه به نفع مسلمانان تمام شد. صفحه 124 120 کتابش الگوی هدایت. حالا دقیق بفهمید، اینا جوانان مسلمان رو اینجوری هدایت میکنن، اون الگوه پیامبر و رفتار او. واقعا انسان متحیر میشه از این همه جهل اروپاییان نسبت به این ایدئولوژی و این تفکر. و بعد من این صحنه کشته شدن این جوانی رو که در وین کشته شد با ضرب گلوله دیدم، واقعا متاسف شدم. یعنی من اگر روزی این سردمداران اروپایی رو ببینم، حتما با اونها خواهم گفت که حامی از تروریست خود شمایید. با پذیرش این جماعت، بدون اینکه این ایدئولوگ ها و این نوع مراکزی رو که اینها تعلیم میبینن در اونجا، اینها رو ببندید به خاطر نفرت پراکنی، به خاطر دشمنی با عقاید، طبیعتا این شما هستید که آن جوان بیچاره رو میکشید که در خیابان. شما دست این آلبانیایی تبارها، سوریها، عراقیها، ایرانیها، ترکها، هر کسی که معتقد به اسلامه، متعبد به اسلامه رو باز میگذارید که با آمدن به اروپا به اصول مدرنیته حمله بکنه. برای همین شبکه‌های به حال اسلامی، شبکه‌های تلویزیونی اسلامی، نواندیشان دینی، افرادی که همه اینها همین رفتارها رو قبول دارن و به جاش انجام هم خواهند داد، سعی میکنن زمانی که این مسئله میتواند اسباب نزاع یا به نوعی مشکل رو براشون فراهم بکنه، لب رو ببندن، بگویان نه خیر، پیامبر ما پیامبر رحمت است، رحمتا للعالمین، و بسیاری از این مسائل رو اصلا قبول ندارن، جزء اسلام نمیدونن. اما هیچ کدومشون یک سند نمیآورن از تاریخ. یا وقتی ما سندی ارائه میکنیم پاسخ نمیدن. آقا این چیزی که در قرآن آمده، بخاری گفته، علمای تاریخ اسلام که بسیاری از اونها بزرگان فقه بودن مثل طبری و دیگران، اینا آوردن. و حتی علمای الان شما مثل مصباح یزدی که ما خواندیم، همین آیه صلابی و دیگران دارن دائما اشاره میکنن که بله ترور وجود داره. و حتی مورخین اسلامی مثل آیه رفریان، آیه آیتی و دیگران، همشون هم به نوعی اقرار دارن بر این مطلب که این رفتارهای پیامبر اسلام در برابر کسانی که حالا اونها نام تبلیغات چی بر اونها میگذارن، کسانی میگذارن که به نوعی قصد داشتن مردم رو از راه اسلام یا راه حق منحرف بکنن، خب این ترورها وجود داره. بنابراین غیر قابل کتمانه. کسی هم که بگوید اینها ربطی به اسلام ندارد، یک دروغگویی است که بیشرمانه در جلوی رسانه‌ها سعی می‌کنه دروغ بگه. و خیلی خوشحال هستم که این رسانه‌های مثل رسانه شما وجود دارن که بر این انحصار دروغ که 1400 سال بر ما حاکم بود و به نوعی روحانیون بر روی منبر می‌نشستن و این حرفا رو به مردم می‌زدن، امروز دیگر اون قدرت رو نداره و جوانان ما می‌توانند با ارائه همین رفرنس‌هایی که ما می‌دهیم بدانند که چه کسی میتواند درست بگه، به سراغ منابع برن و اینها رو بیاموزن. امیدوارم اروپاییان و کشورهای دیگه هم بیدار بشوند و بدانند چه مراکزی ترویج خشونت میکنه، ترویج تبعیض میکنه و نمیپذیرد اصول جهان و انسان و دنیای مدرن رو. که این موارد باید حداقل اگر نمیخواهید مبارزه بکنید با مسلمانان، خودتون رو حفظ بکنید. نیاز نیست که اونها رو بپذیرید، خودتون رو حفظ بکنید، چون اینها طبیعتا آموزشهایی است که یک مسلمانی که وارد این فضاها میشه در یک تعارض میان سنت و مدرنیته قرار میگیره و اونجاست که دست به خشونت میزنه. و طبیعتاً نکته پایانی که باید عرض کنم این است، این خشونت ها بی جواب نخواهد ماند. طبیعتاً بسیاری از مردم اروپا اگر این رفتار مسلمانان رو ببینن با شدت با اونها برخورد خواهند کرد. یعنی تقریباً میشود به یک جنگ داخلی یا به یک نزاع بسیار شدیدی خواهد شد که دولت های اروپایی شاید نتوانن اون رو به سادگی جمع کنن. برای همین این خشونت میتواند یک خشونت یا افراط‌گرایی رو از سوی اروپاییان هم به دنبال داشته باشه که اثرات بسیار بدی رو خواهد داشت. طبیعتاً برای همه مسلمانان بد خواهد شد، اما حاکمان مسلمان از این داستان سوء استفاده خواهند کرد و به نفع خودشون برخورد خواهند کرد. چیزی که شاید یک جوان لبنانی، سوری، عراقی اصلا به اون توجهی نداره. او آمده زندگی بکنه در اروپا، همه فضاها برای او مهیا هست، اما این نوع تبلیغات مسموم در درون دین اسلام که با ارائه این رفرنس‌ها نشان می‌دهیم کلن در قرآن سنت محمد وجود داشته، اونها رو به انحراف میکشونه که اثراتش رو متاسفانه ما داریم میبینیم. ممنونم از لطف شما.